سلام میکنم به شما بینندگان محترم تلویزیون کانال جدید. امروز جمعه 29 بهمن مصادف با 17 فوریه هست و در پنجمین روز اعتراض مردم اهواز قرار داریم علیه وضعیتی که در خوزستان شاهدش هستیم. پنجمین روز هست مردم در اهواز، در شهر اهواز مقابل استانداری اعتراض میکنن به وضعیتی که حاکم هست و این بار نه تنها اعتراض به بیحقوقی که در اون شهر و در اون استان مردم دچارش هستند، بلکه این بار برای زنده ماندن، برای تنفس به خیابون ها اومدن و علیه مقامات مسئول، علیه رئیس جمهور، علیه وضعیتی که جمهوری اسلامی حاکم کرده شعار میدن و اعتراض میکنن. در چند روز گذشته افزایش رطوبت و همچنین افزایش گرد و خاک و طوفان هایی که رخ داده باعث شده که 11 شهر در خوزستان دچار قطعی برق و آب بشن. هزاران نفر وقتی که مراجعه به مدرسه، دانشگاه، محل کار کردن متوجه شدن که تعطیل هست و وضعیتی حاکم هست که مردم نه برق دارن، نه آب دارن و نه اینکه میتونن به راحتی حتی زندگی روزانه خودشون رو داشته باشن. به خاطر همین اعتراضات گسترده‌ای به وجود اومد مقابل استانداری تهران که از وضعیت زیست محیطی به حقوق شهروندی دیگه ای رسید، اهم از اعتراض به بیکاری و اهم از اعتراض به وضعیت اقتصادی. توی این برنامه میخوایم ببینیم که چطور میشه این مطالبات رو تأکید کرد، اعتراضات رو به جایی رسوند که مردم به خواسته هاشون برسن و با این وضعیتی که شاهدش هستیم، انواع و اقسام قطعی ها که به هر حال مردم رو، زندگیشون رو اختلال ایجاد میکنه و نمیتونن حتی زندگی عادی خودشون داشته باشن، به نظر شما مقامات مسئول چه کاری باید بکنن، چه اقدامات فوری باید انجام بدن و اینکه مردم شهرهای دیگه چطور میتونن حمایت بکنن از اعتراضاتی که مردم در شهر اهواز دارن. برای ما نظراتتون رو بفرستید، مشاهداتتون رو بفرستید. اگر ویدیو، گزارش یا عکسی دارید حتما ارسال بکنید. شماره تلفن 2046-739-6814-38 در تلگرام و واتساپ ما منتظر شما عزیزان هستیم. حدود یک ساعت برنامه زنده رو پیش رو خواهیم داشت، به خصوص عزیزانی که در اهواز هستند. منتظر این عزیزان هستیم که برای ما پیام ارسال کنن و اگر امکانش رو دارن حتما به روی خط بیان. اینجا لازم به ذکر هست که مدیر کل بحران استان خوزستان در پی همین اعتراضات توسط استاندار برکنار شده، ولی مردم خواهان برکناری خود استاندار هستند، خواهان برکناری وزیر محیط زیست هستند و خواهان برکناری تمام مقاماتی هستند که در این وضعیت مسئول و دست‌اندرکار هستند. و شما فکر میکنید که توی این موقعیت باید چه کاری انجام داد که مردم اهواز به خواسته هاشون برسن، مردم معترض، مردمی که در خوزستان دارن زندگی میکنن، تضمین بشه که زندگیشون به صورت یک زندگی عادی و انسانی برگرده و از این وضعیت نجات پیدا کنن. حتما با ما باشید. در بخش بعدی نظرات کاربران شبکه‌های اجتماعی رو مرور خواهیم داشت، مهمان برنامه خواهیم داشت و عزیزانی که از اهواز با ما در ارتباط خواهند بود. من شیرین شمس هستم و به همراه دیگر همکارانم این برنامه رو تهیه و تقدیم به شما عزیزان میکنیم. در بخش پوشش شبکه‌های اجتماعی کیوان حسین نژاد ما رو همراهی میکنه. Let's go!
در استودیو پخش زنده هستیم بینندگان گرامی. از همین الان به مدت 55 دقیقه برنامه زنده رو پیش رو خواهیم داشت. شما عزیزان فرصت دارید که با ما در ارتباط باشید، با برنامه پخش زنده در ارتباط باشید. اگر در خوزستان هستید، اگر در اعتراضات اهواز بوده اید، حتما با ما تماس بگیرید از طریق شماره تلفن 2046-739-6814-38. میتونید در واتساپ و همچنین در تلگرام با ما در ارتباط باشید. مشاهدات خودتون رو بفرستید، عکس ها، ویدیو ها، فیلم ها و یا حتی گزارشاتی که داشتید رو برای ما ارسال بکنید تا این برنامه فرصتی باشه برای انعکاس اعتراضاتی که مردم در طی این چند روزه داشتن. اگر در شهرهای دیگه زندگی میکنید، فکر میکنید که آیا شما هم مشکل محیط زیستی دارید در شهرتون؟ آیا مطالباتی که مردم در شهر اهواز دارند و خواهان حل معضلاتی هستند که باهاش دارن دست و پنجه نرم میکنن، شما فکر میکنید که مشکل مردم اهواز مشکل شما هم هست، مشکل شهر شما هم هست، مشکل استانی که شما زندگی میکنید هست، حالا به هر نحوه دیگه ای، اگر ریزگردها نباشن، اگر مشکل آب یا برق نباشه، آیا شما هم در شهری که زندگی میکنید مشکل محیط زیستی دارید و فکر میکنید که توی یک همچین موقعیتی که مردم اومدن توی خیابون دارن اعتراض میکنن، مردم در دیگر شهرها چطور میتونن حمایت بکنن؟ البته جا داره که این رو اشاره بکنم که دیروز پنجشنبه 28 بهمن ماه یک فراخوانی داده شد، مردم و تعداد افرادی که خواستن حمایت بکنن از اعتراضات اهواز در میدان ونک تجمع کردند و حمایت خودشون رو نشون دادن و اعلام همبستگی کردن با افرادی که در شهرهای مختلف خوزستان زندگی میکنن و یک همچین وضعیت نابسامانی رو باهاش مواجه هستن. ولی خب فضا متاسفانه امنیتی شده، طبق معمول نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی که از رادیکالیسه شدن اعتراضات نگران هستند، از همبستگی که در شهرهای مختلف ایجاد میشه نگران هستند، اومدن در میدان ونک و تجمع کنندگان رو متفرق کردن. حالا برای اینکه بشه تجمعات گسترده‌ای برگزار کرد و به عناوین مختلف مردم در شهرهای دیگه همبستگیشون رو نشون بدن با مردم خوزستان، به نظر شما چه اقداماتی رو میشه انجام داد؟ این برنامه پخش مستقیم این فرصت رو به شما میده که اگر نظری دارید و راهکاری دارید میتونید با ما در ارتباط باشید، برای ما بفرستید به صورت متن کتبی و یا فایل صوتی که ما در این برنامه نظر شما رو منعکس بکنیم. میپردازیم به نظرات کاربران شبکه‌های اجتماعی. با کیوان حسین نژاد هستیم در استودیوی پخش مستقیم. سلام میکنم کیوان، خوش اومدید. منم سلام میکنم به تو و همچنین بینندگان عزیز. خب من در این بخش نظر کاربران رو براتون میگم که یعقوب یه نظری که تازه برام فرستاده گفته که مردم نسبت هوای آلوده، ریزگرد، آتش زدن مزارع نیشکر، آلودگی‌های ناشی از صنایع نفت و فولاد در حاشیه شهر، قطعی آب و برق که الان 3 هفته است ادامه داره که بابت اون همه ادارات و مشاغل کسبه تعطیل میشه و نسبت به عدم رسیدگی دولت به این مسائل معترضن. بعد تو بخش دومش گفته که اعتراضات برای آلودگی هوا که چندی سال است که انجام میشه، که مردم توی بلوار ساحلی و جلوی استانداری تجمع میکردن، اعتراضات اخیر که بابت توضیحات متن اول انجام میشه منتهی نسبت به قبل خیلی خیلی شلوغتر شده و مردم تهران و هنرمندان هم همراه اهوازیا حمایت میکنن. قرار بود دیروز یا امروز میدان ونک تظاهرات باشه، امروز روز پنجم برگزاریش بود. تا زمانی که این وضع ادامه داشته باشه، مردم هر روز ساعت 4 از جلوی استانداری حضور دارن و بنده هم جز مردم معترض هستم. و توی بخش بعدی نظر کاربران دیگه است که من براتون آماده کردم. سارا گفته که امروز خیلی قطعی برق داشتیم، یک ماه دیگه که هوا گرم میشه اگه برق اینجور قطع بشه از گرما هلاک میشیم. و بهمن گفته بدبختی اینجاست که مسئولین این نظام با زورگویی و گردنکلفتی با مردم حرف میزنن، انگار که مردم بدهکار آنها هستن و حق هیچ گونه مطالبه ای را ندارن، حتی ابتدایی ترین حقوق شهروندی و زندگی را. یکی باید اینها رو متوجه کنه که مردم به شما پول میدن که کارشون رو انجام بدید و مشکلاتشون رو برطرف کنید، نه اینکه بهشون دستور بدید. و هدا گفته کاش که جای حوزه علمیه و اهواز عوض میشد، تا اون موقع میدیدیم مسئولین چطور به هراس میافتن. همه شهرها باید به این مسئله اعتراض کنند، نه فقط اهوازیا.
مرسی از تو. میدونم که پیام ها داره همینطور میاد، اتاق فرمان هم اشاره میکنه. البته فکر کنم پیام هایی که بهش اشاره کردی پیام هایی بود که بیننده های این برنامه برای ما فرستاده بودن. اولین پیام که یعقوب گفته بود پیام بودش که در طول برنامه برام فرستاده شد، ولی بعدی هایی که براتون گفتم و خودم توی شبکه اجتماعی بسیار عالی. همچنان اشاره میکنن که پیام ها داره به دست ما میرسه. فرصت دارید بینندگان گرامی حتما از طریق شماره تلفن 2046-739-68-1438 با استدیوی پخش زنده در ارتباط باشید. طبق برآوردها پدیده ریزگردها در استان خوزستان گفته شده که 35% منشأ داخلی و 65% منشأ خارجی داره. 7 کانون در داخل کشور برای ریزگردها شناسایی شده که شامل 350,000 هکتار است و اگر این کانون ها کنترل شود 40-50% گرد و غبار در استان کاهش می‌یابد. این کانون های داخلی در دسترس است که اگر آنها کنترل شود گام مهمی در این زمینه برداشته شده است. برای کنترل کانون های خارجی هم باید اقدامات و هماهنگی هایی با کشورهای مجاور برای کنترل و مهار و کاهش این بحران صورت بگیرد که تا به الان انجام نشده. این هم نظر کارشناسان محیط زیست هست که اعلام کردند که راههایی هست برای اینکه مقامات مسئول دست به کار بشن و سعی کنن که چه در داخل چه در خارج این مسئله رو حل و فصل بکنن. و دامنه اعتراضات به جایی کشیده شده با توجه به اینکه مسئولین تا به الان دست به کاری نزدن و حتی گزارشات تصویری در اومده که حتی استاندار حاضر نشده از اداره استانداری بیاد بیرون و سوال مردم رو جواب بده و حتی پاسخ بده به این وضعیت، و حتی رسانه هایی که تحت حاکمیت جمهوری اسلامی دارن کار میکنن حتی یک انعکاس واقعی از اون اعتراضات ندادن، باعث شده که مردم اتفاقا اعتراضشون بیشتر و بیشتر و رادیکالتر بشه و حتی چند روز طول بکشه تا به جایی که علیه فقر و علیه بیکاری در استان خوزستان هم شعار بدن. اینجا جا داره که یک گزارش کوتاهی، گزارش تصویری از شعارهای مردم علیه بیکاری رو هم ببینیم. برگردیم به استدیوی پخش مستقیم، نظراتتون رو برای ما ارسال کنید و با استدیوی پخش مستقیم در ارتباط باشید. برمیگردیم به استدیوی پخش مستقیم. ملاحظه کردید شعارها علیه بیکاری و وضعیتی که به خصوص جوانان در استان خوزستان باش مواجه هستن، مسئله بیکاری و اینکه فضایی برای اشتغال زایی وجود نداره، که از اعتراضات به وضعیت محیط زیست به این وضعیت هم کشیده شده. باز هم خواهیم پرداخت به تعدادی از گزارشات تصویری در رابطه با اعتراضات، ولی اتاق فرمان اشاره میکنند که نظرات شما عزیزان که برای ما فرستادید به صورت فایل های صوتی آماده است. ازتون دعوت میکنم که به نظرات مخاطبین این برنامه توجه بکنید و اگر شما هم تمایل دارید که در این برنامه پخش زنده مشارکت بکنید حتما از طریق راه های تماس با ما در ارتباط باشید. سلام میکنم خدمت شما و مرسی از برنامه خوبتون و موضوع دقیقی که انتخاب کردید.
متاسفانه تو جامعه امروز ایران ما جامعه پر از بلا و مصیبت و موزله، از وضعیت زنان گرفته تا بیکاری، فقر، گورخوابی و همینطور وضعیتی که الان محیط زیست دچار شده، مخصوصا توی شهر خوزستان، به خاطر اینکه این ریزگردها از حدود 10 سال پیش از مثلا مجامع بین المللی اخطار شده بود به جمهوری اسلامی برای ریزگردهای توی خوزستان و همینطور کشورهای اطراف مثل عراق، ولی خب با بیکفایتی که جمهوری اسلامی داره هیچ گونه اقدامی برای این موضوع انجام نگرفت. خب همین باعث شد که الان وضعیت فعلی مردم اهواز رو رقم بزنه. ولی خب مردم کشور ما با توجه به شرایطی که الان پیش اومده به خصوص توی اهواز، دیگه مردم چیزی برای دست دادن ندارن، به خاطر همین جون خودشون گرفتن کف دست خودشون، به خیابونا اومدن با وجود آگاهی از این که سرکوب میشن، حتی احتمال این هست که شلاق بخورن، به زندان برن، یا اینکه با آگاهی از خشونتی و سابقه خشن و ظالمی که از جمهوری اسلامی دارن، ولی با این حال دیگه جونشون به لبشون رسیده، اومدن بیرون و دارن اعتراض میکنن و وظیفه ما این هست که مردم رو حمایت بکنیم، بهشون کمک بکنیم و اینکه هر چقدر که این اعتراضات و مبارزات منسجمتر و متحدتر باشه، این در راستای پیروزی و اینکه میتونن در راستای اینکه مطالباتی که دارن و بتونن بهش دسترسی پیدا بکنن هست. مرسی از برنامه خوبتون، روز خوبی داشته باشین. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه بیننده های عزیزتون. مشکلات زیست محیطی که اخیراً توی اهواز پیش اومده، این مشکلات دامنه دار بوده و سال هاست که این موضوعات دیده می شده و قابل پیش بینی بوده، قابل برنامه‌ریزی بوده، می شده اینها رو مهار کنی. اما جمهوری اسلامی به خاطر اینکه اصلاً به فکر مردم نیست، نظامی است که پایه مردمی نداره، وظیفه خودش نمیدونه پاسخگویی به مردم و خواسته های مردم، اصلا به این موضوع توجهی نداره، اینکه برای زندگی مردم، برای محیط زیست و برای آینده این کشور بخواد کاری انجام بده، یعنی توی قاموس خودش نمیبینه. در این بین مردم ما پس از سالها بعد از تحمل این همه رنج و مشکلات زیادی که هر کدوم به شکلی داره زندگی مردم تحت فشار قرار میده، اعتراض کردن و مردم اهواز و خوزستان متاسفانه با مشکلات زیادی دارن دست و پنجه نرم میکنن و زندگی بسیار سختی رو باش روبرو هستن. البته این مشکلات توی همه جاهای کشور به شکلی وجود داره، توی شرق ایران، توی قسمت‌هایی که صنعتی هستن، مشکلات آلودگی هست، مشکلات آلودگی آب هست، مشکلات خشکسالی و مشکلات بسیار زیاد دیگه هست. اما الان که مردم اهواز پا شدن و دارن اعتراض میکنن، وظیفه ما هست که هر جای کشور هستیم، هر جای دنیا هستیم، از این اعتراضات حمایت کنیم و مردمی که برای حقشون، برای حق زیستشون، برای حق نفس کشیدنشون، حق زندگی راحت و اون چیزی که شایسته اون هستن و باید داشته باشن، و این دولت، این حکومت و این نظام اینو از مردم دریغ کرده و باعث شده که این شرایط بسیار سخت براشون به وجود بیاد، ما باید به این اعتراض کنیم و اعتراض خودمون رو محدود به بازی‌های سیاسی که درونه حکومت هست نکنیم و بگیم که خواسته ما خیلی فراتر از اینه. خواسته ما نابودی این نظام و تمام این دلایلی که با خودش آورده برای نابودی زندگی مردم، و این مشکلات به این راحتی قابل رفع نیست. مشکلات تا موقعی که این نظام هست وجود داره و ما باید با هم دیگه متحد باشیم و از هم حمایت کنیم تا بتونیم دست در دست همدیگه این نظام رو سرنگون کنیم و به تبع مشکلاتی که برنامه به وجود آورده رو از بین ببریم. خیلی ممنون.
ممنون از شما همراهانی که با ما هستید و نظراتتون رو برای ما ارسال میکنید. تعداد زیادی نظر به دست ما رسیده، متنهای کتبی و فایلهای صوتی. امیدوارم که بتونیم در فرصت باقی مانده همه نظرات رو منعکس بکنیم. من یک بار دیگه برای اون دسته از عزیزانی که به تازگی با این برنامه پخش زنده همراه شدن، سوالاتی که مد نظر ما هست و شما عزیزان میتونید پاسخ بدید به اونها و یا به صورت کلی نظرتون رو برای ما ارسال بکنید، این هست که پیام شما به عنوان افرادی که در اون جامعه زندگی میکنید و یا در اون جامعه زندگی کردید، حتی در خارج از ایران هستید، به مردم معترض اهواز که به نوعی نماینده بیحقوقی وضعیتی هست که در خوزستان شاهدش هستیم، نماینده مردمی هستند که بیحقوقی بهشون تحمیل شده، چی هست؟ و اگر شما در شهرهای دیگه زندگی میکنید، در شهرهای دیگه ایران، آیا فکر میکنید مطالبات مردم در رابطه با وضعیت زیست محیطی، آیا میشه مطالبه شما هم باشه؟ شما هم مشکل زیست محیطی دارین و اقدامات فوری که باید انجام بشه با توجه به اینکه کارشناسان محیط زیست بر این باور هستند که میشه مسئولین در یک اقدام فوری به این مسئله بپردازن و راهکارهایی که ارائه میشه را عملی بکنن، به نظر شما چیه؟ چه انتظاری از مسئولین دارین؟ چه اقداماتی باید مسئولین انجام بدن؟ چه وظیفه‌ای روی دوششون هست؟ چه کاری باید بکنن که مردم زیر خاک و زیر گرد و غبار این وضعیت مدفون نشن؟ نظرتون رو برای ما ارسال کنید. و اینکه به نظر شما چطور میشه روی مطالباتی که مردم در حال حاضر دارن تأکید مؤکد کرد، چه مطالباتی در رابطه با محیط زیست، چه مطالباتی که رسیده به وضعیت معیشت مردم، رسیده به وضعیت اقتصادی، تأمین معیشت، علیه بیکاری، علیه فقر، چطور میشه اینها رو ادامه داد و چطور میشه تأکید مؤکد کرد تا به خواسته ها رسید؟ و اینکه مردم در شهرهای دیگه چطور میتونن از مردم خوزستان و اعتراضات مردم اهواز دفاع بکنن و همچنین حمایت و همبستگی. 2046-739-6814-38 تلگرام و واتساپ رو فراموش نکنید. نظرتون رو به صورت متن کتبی و یا فایل صوتی برای ما ارسال کنید. میپردازیم به نظرات کاربران شبکه‌های اجتماعی. فکر میکنم که کیوان تو این بار از توییتر تویتر مثل دیگر شبکه‌های اجتماعی در رابطه با این مسئله خیلی توییت‌های مختلفی اومد که من چند تاش آماده کردم براتون میگم. پارسا گفته که اگه توی زیمبابوه 10 نفر جمع بشن علیه آمریکا شعار بدن، صدا و سیما 10 بار پوشش خبری میده، ولی توی خوزستان هر چی مردم تجمع کنن صدا و سیما بیشتر توی سکوت خبری فرو میره. و بهمنی گفته که برای گرفتن داروها رفتن بیرون شهر فلج، بیمارستان‌ها نمیتونن سرویس بدن، با چراغ و شمع سر پا بودن، مردم در حال انفجار از خشم هستن. و یک صفحه به اسم رهایی گفته که قبل از اینکه زیر خاک مدفون شویم بیدار شویم و بپاخیزیم. و امیر گفته که این وضعیت خوزستان ادامه داشته باشه، سالها بعد در کتاب ها خواهیم خوان خوزستان این بیابان خشک و بیاب، بیاب و علف، روزگاری زیستگاه مردمانی خونگرم بوده. و بعضی از هشتگ هایی هم که داغ شده، صدا سیما و خوزستان، اعتراض، قیام، ایران، اهواز بوده که توی و خاک کارون و بحران بوده که داغ بوده توی توییتر. بله، خب این هم راهی هست که شما عزیزان اگر که میخواید اعلام همبستگی بکنید با معترضین در اهواز و مردم خوزستان، یک اکانت توییتری باز کنید. اگر ندارید، اگر اکانت توییتری دارید، حتی میتونید نظرتون رو در توییتر درج بکنید، نظری که دارید در رابطه با وضعیتی که مردم در خوزستان دارن باهاش دست و پنجه نرم میکنند. یک گزارش تصویری دیگه اتاق فرمان آماده کردن از اعتراضاتی که در اهواز بوده. اتفاقا این اعتراضات مربوط به همین امروز جمعه 29 بهمن 95 هست. با هم میبینیم و برمیگردیم به استودیوی پخش مستقیم. همچنان برای شما عزیزان فرصت هست که با استودیوی پخش مستقیم در ارتباط باشید. Yeah.
شماره تلفن 2046-739-6814-38 راه ارتباطی هست که شما بینندگان عزیز میتونید از طریق شبکه های اجتماعی اپلیکیشن های شبکه های اجتماعی تلگرام و واتساپ با ما در ارتباط باشید. راه های تماس دیگه ای هم هست، اسکایپ جوانان نقطه تماس و همچنین شماره تلفنی که درج شده، ولی ساده ترین راه و راحت ترین راه برای شما عزیزان اینه که از طریق این اپ ها با ما در ارتباط باشید. میشنویم نظراتی که برای ما ارسال شده تا به اینجای برنامه، حتی بعد از برنامه هم از طریق همین شماره تلفن و از طریق همین اپلیکیشن ها میتونید با ما در ارتباط باشید. فراموش نکنید که این برنامه پخش زنده است و فرصت هست برای اینکه همین الان اگر نظری دارید، به خصوص عزیزانی که در اهواز زندگی میکنن، در خوزستان زندگی میکنن و یا حتی در شهرهای دیگه، با استدیو پخش مستقیم ارتباط بگیرید و نظرتون رو برای ما بفرستید که ما در این برنامه منعکس بکنیم. میشنویم نظرات مخاطبین این برنامه رو. سلام، کلی مردم ایران باید با مردم اهواز که و شهرستانهای خوزستان هستن پیام مسیحیشون رو برسونن و نظر مخالفشون رو با این اتفاقی که افتاده به گوش مسئولین برسونن و باید اقدامات فوری که توسط مقامات و آگاهان حکومتی انجام شود و خواستار باشن و اینکه بگن که از این نابسامانی که اتفاق افتاده و برای چندین سال هست که این اتفاق داره میفته و کسی پاسخگو نیست و باید برای پیشبرد مطالباتی که مردم دارن اعتراض کنن. با سلام و تشکر از برنامه خوبتون. عامل وضعیت نابسامان زیست محیطی استان خوزستان رژیم ناکارآمدیه که بدون داشتن هیچ برنامه معینی باعث نابودی اقتصاد، محیط زیست و سایر زیرساخت‌های شهری کشور شده. مطالبات به حق مردم اهواز به علت هوای ناسالم و بد شدن آب و برق باعث مورد پشتیبانی کل مردم ایران قرار بگیره تا راهکار جدی برای حل این موزل مهم و خطرناک که سلامت مردم رو تهدید میکنه اندیشیده بشه. در ضمن مردم خوزستان نباید تا رسیدن به خواستای برحقشون دست از تظاهرات و اعتراضات بردارن. هرچند با توجه به ساختار ارتجایی حکومت امید به بهبود اوضاع نیست و تنها راه حل ایجاد حکومتی دموکراتیک و مردمیه که با اتحاد تمام مردم ایران تحقق پیدا خواهد کرد. با تشکر. با درود، ده ها سال است که منطقه خوزستان در رابطه با مسئله زیست محیطی دچار بحران گشته و ریزگردها زندگی مردم را مختل کردند. در این راستا هفته گذشته قطع برق به این معضل اضافه شده و به طوری که یک روز تمام مناطق از خوزستان برق نداشته و حتی آب نیز قطع بود و مردم برای احقاق حقوق مقابل استانداری جمع شدند. این مرکزی که تصمیمات دزدی ها از اون ناشی میشه و به درستی انتخابی بود تا مردم فریاد خودشون رو علیه استاندار بگن. به این ترتیب جمع شدند و چند روز در مقابل این استانداری صدای اعتراض خودشون رو بیان کردن. فشارهای زیادی رو به رژیم آوردن، به طوری که امروز روز جمعه در نماز جمعهشون گفتن که خیلی از کمکاری ها شده و دست خودشون رو رو کردن و به افشاگری علیه همدیگر پرداختن. تشکر.
بینندگان گرامی در استودیوی پخش مستقیم هستیم. از اتاق فرمان اشاره میکنن که ظاهراً بیننده‌ای روی خط اسکایپ ما هستند. سلام میکنم به شما، اگر صدای من رو میشنوید الان میتونید صحبت بکنید. الو صدای من رو میشنوید؟ بله بله صدای شما رو داریم. خوش آمدید به این برنامه پخش مستقیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان این برنامه. من رضا ملک حیات هستم. من میخواستم در مورد اعتراضاتی که توی اهواز شده و دلایلش و اینکه چرا این اعتراضات اینقدر توی این برهه توی این امسال یا اینقدر شدید شده. خب من متولده اهواز هستم، من توی شهر اهواز به دنیا آمدم، اونجا حدود 25-6 سال زندگی کردم. خب شما ببینید الان یک دهه است که مردم اهواز با و خوزستان با این موزل دارن دست و پنجه نرم میکنن، با موزل بی‌آبی، گرد و خاک یا رفتن برق توی فصلهای مختلف دارن دست و پنجه نرم میکنن. اما چرا در حال حاضر میان اینجوری مثلا به این شدت اعتراض میکنن؟ به خاطر اینکه دیگه اونا واقعا از این وضعیت موجود خسته شدن و دیگه نمیتونن تحمل کنن و فقط و فقط این نیست که مثلا بخوان به اعتراضشون واسه وضعیت آب و هوا و گرد و خاک فقط نیست، یکی از دلایل اصلیش همون هست، یعنی فقط اعتراضشون اون نیست. شما میبینید که مثلا بعد از یک دهه که مردم دارن با این موزل دست و پنجه نرم میکنن الان اومدن اعتراض اینقدر شدید کردن. این نشون دهنده اینه که اونا از این حکومتی که در حال حاضر داره این شما این وضع رو به مردم اهواز و خوزستان تحمیل میکنه دیگه خسته شدن. و امروز که کارگران گروه ملی اومدن و بازم توی اعتراضات اونها هم شرکت کردن و اینکه امروز توی اخبار خبری که من رسید توی اخبار شبانگاهی شبکه خوزستان معاون نیروی انتظامی اهواز اعلام کرد که این اعتراضات از فردا تخلف قانونی حساب میشه و برخلاف قانونه و با معترضین یا تجمع کنندگان برخورد میشه. این نشون دهنده اینه که مسئولین جمهوری اسلامی از این اعتراضات ترسیدن. از اون طرف هم میبینید که علی لایزانی اعلام میکنه که اگر الان جلوی این اعتراضات رو توی خوزستان توی اهواز نگیریم این اعتراضات به شهرهای دیگه هم سرایت میکنه. یعنی خود مسئولین جمهوری اسلامی هم متوجه این قضیه شدن که این اعتراضات فقط واسه گرد و خاک و کمبود آب و یا نبود برق توی ساعات مختلف نیست. این اعتراضات ریشه در وضعیت موجود داره، ریشه در این خستگی مردم از این وضعیت موجود در جامعه داره. خیلی متشکرم از اینکه روی خط اومدید، نکات قابل توجهی رو مطرح کردید. بینندگان این برنامه صدای شما رو شنیدن، نکات شما رو دریافت کردن. شب و روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم. منم تشکر میکنم از وقتی که من دادین، مرسی، ممنون. خواهش میکنم. شما بینندگان گرامی شما هم فرصت دارید که نظراتتون رو برای ما ارسال بکنید. اگر امکانش رو دارید میتونید از طریق اسکایپ به استودیوی پخش مستقیم بیایید. شماره تلفن 2046-739-68-14-38 این امکان رو به شما میده که نظراتتون رو به صورت متن کتبی و یا فایل صوتی برای ما ارسال بکنید. در نظراتی که مطرح شد از طرف کاربران شبکه‌های اجتماعی تاکید مؤکد بر نقش صدا و سیمای جمهوری اسلامی در انعکاس خبری اعتراضات چند روزه مردم در اهواز داشته. همونطور که دیدید مطرح شد، نیروی انتظامی چه دلهوره‌ای داره از ادامه اعتراضات و همچنین از سرایت اعتراضات به شهرهای دیگه و اینکه شهرهای دیگه بیان اعلام همبستگی بکنن و نه تنها اعلام همبستگی بکنن بلکه اونها هم این فرصت رو غنیمت بشمارن برای اعتراض به وضعیتی که هست. با توجه به اینکه بیننده که روی خط اومدن تاکید داشتند که فقط مسئله زیست محیطی نیست بلکه مسئله خستگی از وضعیتی هست که در استان خوزستان حاکم هست، از وضعیت معیشتی و بسیاری معضلاتی که مردم در اون منطقه دارن باهاش دست و پنجه نرم میکنن. گزارش کوتاهی داریم از شعارهایی که مردم علیه صدا و سیما دادن در همین اعتراضات که با هم میبینیم. برمیگردیم به استودیوی پخش مستقیم. ننگ ما، ننگ ما، صدا و سیمای ما، ننگ ما، ننگ ما، صدا و سیمای ما، ننگ ما، ننگ ما، صدا و سیمای ما، ننگ ما.
بینندگان گرامی حدود 25 دقیقه از این برنامه پخش زنده فرصت داریم. نظرات خیلی زیاده برای ما ارسال کردید. مهمانانی قرار در این برنامه شرکت بکنن و حتی عزیزانی که از اهواز با ما در ارتباط بودند که به اون بخش برنامه هم میپردازیم. ولی جا داره که یه اشاره باز بکنیم به نظرات کاربران شبکه‌های اجتماعی که فکر می‌کنم کیوان تو آماده کردی و یا یک سری آمار و ارقام اینجا برای من گذاشتی که حالا دیگه خودت تصمیم بگیر که به کدوم می‌خوایم تو این وقتی که داریم بپردازیم. خب من اول می‌خوام بپردازم به نظر کاربران. بله. مهسا گفته که انقدر نماینده‌های اهوازی بی‌عرضه‌گری کردن تا بالاخره مردم خودشون دست به کار شدن. نماینده‌های نامحترم هر چقدر شما ناکارآمد هستین، مردم انقدر عاقل شجاع هستن که نشون بدن احمق نیستن و میدونن چرا این وضع پیش اومده. و یاسمین گفته حق رو باید گرفت. ببین چطور آدم‌ها به سطوح میان. یهو اعتراض میکنن. چه خوب بود زودتر از الان این اعتراض‌ها رو میکردید. ولی ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است. امیدوارم همه دست به دست بدیم و این دوست‌های غارتگر رو از بالا به پایین بکشیم. و پریناز گفته که همیشه رفاه و راحتی مال اینهاست. بدبختی ها و بیچارگی مال مردم. به زودی ایران رو کلن خوش میکنن و بعد خودشون رو و آقازاده هاشون در بهترین نقاط دنیا زندگی میکنن. بله خب از اتاق فرمان اشاره میکنن که یک گزارش تصویری دیگه هم آماده است از اعتراضات مردم که بله میتونیم این اعتراضات رو هم ببینیم. بله اینجا یه مقداری تعداد زیادی از پیام هایی که ارسال میشه یا گزارشاتی که هست خب انقدر زیاد هست که واقعا نمیشه اصلا اولویت بندی کرد بینشون، ولی همینطور از اتاق فرمان اشاره میشه که فایل های صوتی داره به دست ما میرسه، گزارشات تصویری آماده است. یه گزارش تصویری کوتاه در رابطه با اعتراضات مردم اهواز میبینیم مقابل استانداری اهواز و برمیگردیم به استودیوی پخش مستقیم. Come on.
ممنون که با ما بودید تا اینجای برنامه. بینندگان گرامی همچنان با ما در ارتباط باشید از طریق شماره تلفن 2046 739 68 14 38، اپلیکیشن های واتساپ و تلگرام. بینندگانی قرار هست که روی خط بیان، اتاق فرمان اشاره میکنند که در حال تماس هستند، که خیلی خوشحالیم از این که میان روی این برنامه و نظرشون رو میگن، یا اگر اخبار یا اطلاعاتی دارن در رابطه با اعتراضات مردم اهواز. اگر شما هم همچنان تمایل دارید که در این برنامه پخش مستقیم مشارکت بکنید، همچنان فرصت هست. اپلیکیشن های واتساپ و تلگرام رو فراموش نکنید. با توجه به این که مسئله اعتراضات از وضعیت زیست محیطی به وضعیت معیشت و بیکاری هم کشیده شده، جا داره که یه آماری در رابطه با بیکاری در خوزستان هم داشته باشیم. ولی خب باز هم ظاهرا اشاره میکنن که روی خط مهمانی رو داریم، اول صحبت میکنیم با مهمان برنامه، بعد برمیگردیم به آمار بیکاری در استان خوزستان. سلام میکنم به شما، اگر صدای من رو میشنوید الان روی خط هستید، خیلی خوش آمدید به این برنامه. با درود به شما و خسته نباشید از برنامه بسیار خوبتان، و با درود به همه مردم آزادی خواه و برابری طلب خوزستان و همه شهرهای ایران در خدمت هستم. خیلی متشکرم. اگر امکانش رو دارید میتونید خودتون رو معرفی بکنید و لطفاً برای ما بگید اگر اخبار یا به هر حال در جریان وقایعی که تا به دقایق آخر از اهواز دارید، این برنامه فرصت رو به شما میده که در اختیار دیگر بینندگان این برنامه پخش مستقیم بذارید. ممنون، مرسی. خالد ناصری هستم، جوانی از خوزستان و در حال حاضر خارج از کشور هستم و همه مشکلات مردم خوزستان، مردم اهواز، مردم ایران رو با پوست و خون و گوش حس کردم. تظاهرات مردم اهواز واسه کمترین حقوق هر انسانی که بتونه در جامعه بتونه زندگی بکنه، حق و حقوق زندگی اولیه خودشون تحت هر شرایطی تو ایران برخوردار نیستن. آب و هوا تو استان خوزستان کاملا اوضاعش خیلی خرابه. در این تقریبا 15 سال اخیر جمهوری اسلامی که حورالعظیم رو خشکش کرد و ریزگردها دو برابر شده طی این 15 سال اخیر، خوزستان در ایران حاصل خیزترین شهر یا استان ایران محسوب شده، اما مردم اون استان نه آبی واسه آشامیدنی دارن، نه از شرایط آب و برق و هوا برخوردار هستن. طی آخرین صحبتایی که خانم ابتکار انجام داده گفته این خاک و این ریزکردهایی که وارد کشور میشن منبع خارجی داره. این صحبتای خانم ابتکار کاملا دروغه و منبع اصلی این گرد و خاک در استان محصول خود کشوری جمهوری اسلامی حورالعظیم و خشکش کرد، به اینکه محور اصلی بین ماشر تا اهواز کلن این که تخریب شده. حورالعظیم وزارت نیرو و وزارت نفت اومدن چاهای دکل زدن و واسه نفت اون رودخونه و اون آب رو خوش کرده و مردم با معضل بزرگی مثل ریزگردها که مجددن طی همین چند روز اخیر بازم چندین برابر شده، و اینکه در خدمت هستم. خواهش میکنم. ممنون که یک توضیحاتی دادید در رابطه با اظهار نظر خانم ابتکار و اینکه آیا این صحت داره یا نداره. کارشناسان نظر دیگه ای دارن، همونطور که شما اعلام کردید این واقعیت نداره. بیننده روی خط اومدن که اتفاقا ایشون هم از اهواز بودن و نظرشون این بود که مسئله زیست محیطی یک بهانه ای هست برای اینکه مردم نسبت به دیگر وضعیتی که باهاش دارن دست و پنجه نرم میکنن، مثل وضعیت معیشت و بیکاری، هم بیان اعتراض بکنن. نظر شما چی هست؟ کاملا اون صحبتهای شما و اون دوستی که مهمان این برنامه بود کاملا صحبتش کاملا درسته. طی آخرین آماری که سازمان هواشناسی جهانی اعلام کرد، اهواز آلوده ترین شهر، یکی از آلوده ترین شهرهای جهان شناخته شده. خوزستانی که همه منابع اکثر منابع ایرانو دارا هست و اینکه کمترین، اگر هر استانی منابعی که داره واسه خود استان خرج بکنن، خوزستان با صدای بلند اعلام میکنن که هیچ کشور حاشیه خلیج فارس نمیتونه بهش برسه. به اینکه اعتراض مردم
همه اعتراضاتی که انجام دادن با مبارزی که دارن انجام میدن واسه زندگیشون، واسه حق و حقوق خودشون، حق و حقوق نفس کشیدنشون، به اینکه خوزستان در مبارزه میکنه واسه آب و برق، به اینکه بر علیه بیکاری و تبعیض و اینکه فحشا و ماده مخدر دارن مبارزه میکنن، همه این مبارزات فقط برای زندگی اولیه که حق هر انسانی هست که بتونه راحت زندگی اولیش به اینکه از زندگی رفاه و معیشتش بتونه برخوردار باشه، به اینکه مردم استان خوزستان از جمله اعتراضای خودشون نسبت به فقر و بیکاری در این چند روز اخیر به شدت نسبت به این معضلی که در استان خوزستان هست واکنش نشان دادن. در حال حاضر هم جمهوری اسلامی همین آیت الله های میلیاردی و آیت الله های مفخوری که هستن تو ایران مجددا در اعلان میکنن که میخوان مردم رو ساکت بکنن، که آره بازم صبر و به اینکه شکیبا داشته باشید، به اینکه فعلا احتراز نکنید، ما واسهتون همه چی رو مهیا میکنیم، این دروغی بیش نیست. بعد تا موقعی که این امین آیت الله های مفر، آیت الله های میلیاردری که همینطور دارن اختلاس میکنن، از اختلاس 3000 میلیاردی تا آخرین اختلاسی که خود فرزند خانم ابتکار انجام داده، تا موقعی که زورشون برسه مردم رو با چرب زبونی به اینکه با زبون مردم رو ساکت میکنن، و موقعی که نتونن اینکه با صحبت دیگه مردم ساکت نشن، با تیر و با اسلحه و با چماق مردم میزنن، همونطور که خودتونم میدونید و بینندگای برنامه شما و تلویزیون کانال جدید میدونن، طی همین چند روز اخیر تظاهرات در خوزستان، تظاهرات در اهواز و شادگان، یک جوانی به نام احمد آلبوغبش کشته شده با تیر خود نظام جمهوری اسلامی، نیروی سرکوبگرش، و اینکه مردم شدیداً به جان آمدن با همه مشکلاتی که در استان هست. در خدمت هستم. خیلی متشکرم از شما خالد ناصری که روی خط اومدید. ما به احتمال زیاد برنامه هایی در این زمینه باز هم خواهیم داشت. لطفاً ارتباطتون رو با ما حفظ بکنید. شب و روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم. صحبت های شما رو هم بینندگان این برنامه پخش مستقیم شنیدن. ممنون. اگر یه وقتی دیگه هست، اگر بشه مثلا 30 ثانیه یه 30 ثانیه دیگه هم بتونم صحبت بکنم. بله، چون در دقایق پایانی برنامه هستیم، اگر کوتاه همون دقیقا 30 ثانیه صحبت بکنید ممنون میشم. ممنون. مشکل مردم خوزستان و مشکل اینکه حاد خوزستان به اهواز هست مختص فقط اهواز نیست، معضل بزرگ به نام جمهوری اسلامی طی 38 سال اخیر زندگی مردم رو به مشکل بزرگی تبدیل کرده، و اینکه مشکل خوزستان مشکل فقط مردم نیست، مردم همچنان دارن فریاد میزنن که هموطن هموطن، حمایت حمایت. و اینکه طی آخرین صحبتایی که شده تو استان خوزستان، طی تظاهرات اعلام کردن که فردا قرار روبروی مجلس جمهوری اسلامی در تهران تظاهرات ایجاد بکنن، یعنی مردم از خود اهواز برن. و اینکه من بازم درودی میفرستم به همه مردم آزادی خواه و برابری طلب که به جان آمدن و این که ریختن تو خیابون و دارن صداشون. خیلی متشکرم، ممنون که روی خط اومدید. با توجه به این که در دقایق پایانی برنامه هستیم، من مجبورم صحبت شما رو قطع بکنم چون بیننده های دیگه روی خط هستن. با ما در ارتباط باشید. خیلی ممنون. بینندگان گرامی همچنان فرصت دارید که با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن 2046 739 68 14 38، واتساپ و تلگرام رو فراموش نکنید. یک گزارش کوتاه تصویری دیگه از اعتراضات مردم در اهواز می‌بینیم، بعد برمیگردیم به استدیو پخش مستقیم. با بینندگانی هستیم که از شهر اهواز با ما در ارتباط بودیم، ارتباط بودن و نظرات اونها رو پوشش خواهیم داد. Let's go!
خب بینندگان گرامی، با یکی از شهروندان ساکن اهواز در ارتباط بودیم به اسم کاوه طهماسبی. با توجه به مشکل اینترنت ما سوالاتی را از ایشون پرسیدیم و اونا پاسخ به ما دادن که ازتون دعوت میکنم توجه کنید به پاسخهای کاوه طهماسبی. ولی سوالاتی که از ایشون پرسیدیم این بوده که چند روز هست که کلن در سطح شهر مشغول به اعتراض هستن، چون خودشون یکی از افرادی بودن که در این اعتراضات بودن و خواست و مطالبه‌ای که داشتن و کلن مردمی که در اعتراضات شرکت داشتن چی بوده و چه توقع و انتظاری داشتن. سوال بعدی که از ایشون پرسیدیم اینه که چه گرایشاتی در این اعتراضات حضور دارن، گرایشات مختلف با مطالباتی که از جانب گرایششون در این اعتراضات بیان میکنن و بخش غالب این معترضین رو چه گرایشی تشکیل میدن، حالا چه گرایشی مربوط باشه به خود مردم و چه گرایشی باشه که حتی ممکنه از حکومت هم افرادی رو فرستاده باشن در این اعتراضات، و اینکه چه خطراتی این اعتراضات رو تهدید میکنه. سوال سومی که از ایشون پرسیدیم اینه که انتظار و توقعی که از مردم شهرهای دیگه در مناطق دیگه ایران دارن چی هست. و سوال چهارممون مربوط بوده به اینکه قراره که این اعتراضاتی که در اهواز پنجمین روز خودش رو طی می‌کنه به چه صورت پیش بره و چه سازماندهی داره میشه در شهر اهواز، چطور قراره ادامه پیدا بکنه و اینکه چه برنامه ریزی هایی داره در زمینه پیشبرد مطالبات میشه. و سوال آخرمون این بوده که کاوه طهماسبی چه پیامی به مردم خوزستان دارن و چه پیامی به مردم بخش های دیگه ایران. با هم میشنویم نظرات و پاسخهای کاوه طهماسبی را از شهروندان ساکن اهواز که برای ما ارسال کرده. با سلام شما، خسته نباشید. خسته نباشید میگم بهتون. خب الان امروز میشه چهارمین روز که توی شهر اهواز ما اعتراض هست، ما مشغول به اعتراض هستیم که اغلب جلوی ساختمان استادداری و امروز که توی مرکز شهر برگزار شد و خب خواست و مطالبه مردم و ما توی اعتراضات این بحث ریزی حرف که چندین سال وجود داره که واقعا مشکلات تنفسی وجود آورده و بحران های اخیری که مثل قطعی برق، قطعی آب، قطعی تلفن که وجود اومده، این آخر هم که توی اعتراضات روز مطالبه مشکلات فقر و بیکاری که به وجود اومده و میشه بگی جز اصلی ترین مطالبات شد توی اعتراضات. و خب به دنبال همین اولویت ها تمام اعتراضات برطرف شدن هرچی سریعتر این معضلات هست و این مشکلاتی که الان گریبان گیر مردم هست و این اصلی ترین مطالبه هست که وجود داره. خب توی اعتراضات معنی گروه های مردمی هستن و میشه دقیقا دید که خارج از تفاوت های فرهنگی، قومیتی و زبانی که توی استان خوزستان هست، همه مردم هستن کنار هم و مطالباتی که وجود داره مطالبات کل مردمه. و خب مشخصا بزرگترین خطری هم که وجود داره توی اعتراضات همین به اصطلاح ریشه دادن به اختلافات به تفاوت های قومیتی که همیشه وجود داشته که یکی از بزرگترین معضلات بوده که همیشه به دنبال این هستن که این اختلافات قومیتی رو به وجود بیارن و ریشه به اصطلاح ریشه دارش کنن. و خب این بزرگترین خطریه که توی اعتراضات وجود داره توی اعتراضات خوزستان. خب شخصا معلوم که انتظار ما اینه که مردم توی شهرهای دیگه حمایت کنن از این از اعتراضاتی که توی خوزستان وجود داره چرا که این اعتراض این مسائلی که امروز مشکلاتی که امروز مردم خوزستان باشه به اصطلاح گریبانگیر مردم هست، مشکل همه مردم توی کم و بیش مشکل همه مردم هست و مخصوصا مسئله ریزی گرده و گرد و خاک. و خب انتظار میره که این اعتراضات حمایت بشه از طرف همه مردم،
همون جور که می‌بینیم یک موزه و یک مشکلی که برای یک مردم دیگه از شهر ایران وجود داره، خب مسلماً برای همه مردم و این حمایت از اعتراضات باید همیشه وجود داشته باشه و الان هم توی اعتراضات خوزستان باید مردم و شهرهای ایران حامی باشن. خب مثل درابه مشخصاً آخرین تصمیمی که تجمع کنندگان داشتن اینه که این اعتراضات رو ادامه بدیم تا به نتیجه رسیدن و در واقع حل همین موضوعاتی که وجود داره این اعتراضات انجام بدیم و باشیم و ادامه بدیم و توی اعتراضات هستیم و خب برنامه ریزی توی برای اعتراضات همون توی تجمعی که هر روز برگزار میشه همون موقع برنامه‌ریزی میشه از طریق خود مردم و از طریق شرکت کنندگان برای تجمع بعدی و کاملا مردمی برنامه‌ریزی و کاملا از طریق مردم انجام میشه. خود مردم هستن که توی هر تجمعی برنامه‌ریزی میکنن و هماهنگی میکنن برای تجمع بعدی. پیام من به مردم خوزستان همینجوری که تصمیم گرفته شد و هست دیگه که باید اعتراضات رو ادامه بدیم تا نتیجه گرفتن نهایی و دست از اعتراضاتمون نکشیم. خب که همینجوری هست و قطعا همچی چیز وجود داره و قاطعانه مردم هم ادامه میدن اعتراضات رو و هستیم که اعتراضات و مردم بخشای دیگه هم همونجور که گفتم اینه که حمایت کنن از اعتراضات خوزستان. گفتم که این اعتراضات این مشکلات مزار فقط مشکلات مردم خوزستان نیست و کم و بیشتر دیگه نقود جایی دیگه ایران مردم با مسئله علل خصوص مسئله ریزگردها هستن، درگیر هستن و خب بدونیم که مزار این بحرانهایی که امروز برای مردم خوزستان وجود اومده ریشه در همین مسئله ریزگردها داره و خب جایی دیگه که تو ایران هست ریزگرد و احتمال این است که این بحران ها اونجا با وجود بیاد. خب این همبستگی و حمایت از این اعتراضات مشخصا این نیازی که هست و پیامی که ما داریم مردم دیگه که حمایت کنن. ممنون، موفق باشید. بله، شنیدید صحبت‌های کاوه طهماسبی رو از شهروندانی که در اهواز ساکن هستند و در بطن اعتراضات هستند در حال سازماندهی برای ادامه اعتراضات و پیشبرد مطالبات. اگر اتاق فرمان به من لطفاً بگن که میتونیم برنامه رو ادامه بدیم چون همچنان در ارتباط بودیم با دیگر ساکنین اهواز که برای ما فرستادن پاسخ سوالات رو و گفتن که اعتراضات چطور پیش خواهد رفت. خب با توجه به اینکه اتاق فرمان مشغول هستن یک گزارش تصویری از اعتراضات میبینیم، برمیگردیم به استدیو پخش مستقیم و ببینیم که آیا میتونیم برنامه رو ادامه بدیم و یا اینکه نه باید ادامه برنامه رو در برنامه دیگه ای پیش ببریم. تماشا چی نباشی؟ 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 ت
تماشاچی نباشید. خب بینندگان گرامی، جا داره که به اطلاعتون برسیم با توجه به اینکه وقت این برنامه پخش مستقیم به پایان رسیده، ولی از اتاق فرمان به من اشاره میکنم با توجه به حجم وسیع تماس ها و ارتباطی که از طریق این برنامه پخش مستقیم با ما داشتن، میتونیم برنامه رو به مدت حدود 20 دقیقه احتمالاً ادامه بدیم. همچنان با ما باشید. سوال پرسیدیم از نگار حیدری، از افرادی که در بطن اعتراضات هستن، در همه اعتراضات حضور داشتن و در حال برنامه‌ریزی برای روزهای دیگه هستن، برای ما کلن این که این اعتراضات از کجا شروع شده و خواست مردم اهواز چی بوده رو توضیح داده. نگار حیدری، ممنونیم ازش که با ما در ارتباط بوده و اینکه چه شکلی شروع شده و چطور داره ادامه پیدا میکنه و اینکه چه کارایی دارن در رابطه با برنامه‌ریزی ادامه اعتراضات انجام میدن و به عنوان کسی که در بطن این اعتراضات هست، نگار حیدری برای ما نظرش رو فرستاده در رابطه با خواسته خودش و اینکه مردم معترض چه خواسته‌ای دارن و به طور کلی چطور میشه از این مطالبات و این اعتراضات حمایت کرد. ما با توجه به کوتاهی وقتمون سعی میکنیم که بخشی از صحبت‌های نگار حیدری رو که از اهواز برای ما ارسال کردن رو منعکس بکنیم. با توجه به اینکه موضوع مهمی هست، به احتمال زیاد امکان داره که یک شنبه در برنامه پخش مستقیم ادامه این برنامه رو داشته باشیم و احتمال زیاد ادامه صحبت‌های نگار حیدری رو در اون برنامه پوشش خواهیم داشت. ازتون دعوت می‌کنم که به صحبت‌های یک شهروند ساکن اهواز، نگار حیدری، در رابطه با اعتراضات که خودش در بطن اعتراضات بوده توجه بکنید. مدت پیش خودم هموطنی گفته بود خب این آب مگر در نهایت به خلیج فارس نمی‌ریزه؟ خب مگر از خوزستانی ها کم میشه اگه این آب منتقل بشه؟ من فکر کنم این ساده ترین نوع نگاه به یک موضوع بزرگ هستش. اینکه اثرات این انتقال آب چی هست از خود انتقال آب خیلی خیلی مهمتره. برای مثال گفتم که خلیج فارس هم حقابه داره. در محل تلاقی خلیج فارس و هروند شلوغی هست که محل زندگی آبزیاییه که مختص همین قسمت هستن، یعنی اون آبی که با یک غلظت خاصی شور هستش و محل تلاقی خلیج فارس و هروند میشه. این انتقال آب محل تلاقی رو به بالاتر کشونده، کما اینکه زندگی اون آبزی ها رو در معرض نابودی قرار داده، باعث شوری آب رودخونه شده، شوری آب رودخونه باعث شوری خاک شده، خاک آبادان خونم شهر شور شده و این شوری خاک باعث نابودی هزاران نخل شده. سال گذشته وزیر جاده کشاورزی در خصوص همین موضوع به آبادان خونم شهر سفر کرد، اما ما دیدیم که واقعا نتیجه حاصل نشد. این انتقال آب آبزی پروری و کشاورزی خوزستان رو نابود میکنه، مردم رو مجبور به مهاجرت میکنه، شهر رو با کم‌آبی مواجه کرده، حقابه رودخونه‌ها و تالاب‌ها و دریاها و خلیج فارس مردم از اونها گرفته شده، گرد و غبار رو افتاده، مردم مشکلات تنفسی و بیماری سرطان پیدا کردن، به حدی که وزیر بهداشت برای افتتاح تخت‌های بیماری سرطانی به اهواز سفر میکنه و فکر میکنم که انتقال آب موضوعی هستش که نمیشه به این سادگی دیدش و نمیشه اون رو فقط برای خوزستان در نظر گرفت. مطمئن باشین این گرد خاکی که توی عراق را افتاد شاید
اون سالهای قبل ما گفتیم خب اونا توی ایران افتاده به ما مربوط نمیشه، ولی ما میبینیم گرد و خاک ایران چشم ما رو داره توی خوزستان کور میکنه و گرد و خاک خوزستان هم فقط به خوزستان مربوط نمیشه. مطمئن باشیم که این اتفاق، این بدبختی فقط برای مردم خوزستان نمیمونه و کل ایران دامنگیر این گرد و خاک خواهد شد دامنشون. در یک جمله بخوام بگم مردم اهواز چرا معترضن، باید بگم که مردم اهواز به انتقال آب از سرچشمه ها و به خوشعمدی تالاب ها در اهواز در خوزستان معترض هستن. اما اینو توضیح بدم که الان نمیدونم به وقت برنامه شما بستگی داره که تا چند میتونم این رو باز کنم، چون من بعضا توی اینترنت من دنبال میکنم مردم افسانه‌ای دیگه میپرسن که مثلا خب چه اشکالی داره انتقال آب، خب این قطعی برق از کجا اومد، خب مردم اهواز چی میخوان. جای خوندم یه هموطنی گفته بود وقتی مردم نجیب خوزستان اعتراض میکنن بدونین که 100% کارت به استخونشون رسیده. فکر کنم این بهترین جمله بود که در توصیف مردم خوزستان خونده بودم، نه از این جهت که یک تعریف هستش، از این جهت که واقعا مردم خوزستان مردمی که شما میبینی، مردمی که همه چیز دارن اما هیچی ندارن، مردمی که 8 سال جنگ رو تحمل کردن، بعد از اون هیچ بازسازی صورت نگرفت، زیر ساختهای شهری نداره. اهواز الان واقعا یک کلان روستاست و ما داریم توی یک کلان روستای واقعا آشفته زندگی میکنیم، مردمی که توی افتگی میکنن که با وجود نفت، پتروشیمی ها، شرکت های مختلف فولاد، نیشکر و شرکت های دیگه، بعضی شهرهاش بعضا 50% بیکاری داره و واقعا بدونیم که الان شرایط به حدی حاده، به حدی غیر قابل تحمله که این مردم دیگه از بیکاری و حقوق شهروندی و نبود زیر ساخت ها و امکانات گذشتن و فقط برای حق تنفس الان توی خیابون هستن. خانم ابتکار توی اینستاگرامش من خوندم نوشته بود که در رابطه با موضوع اخیر خوزستان، نوشته حدود 3.5 سال گذشته خوزستان همواره کانون توجه دولت بوده. خب اگر منظور ایشون از توجه سفر وزیرا به استان بوده میشه گفت که بله حق با ایشونه، اما باید پرسید این 3.5 سال اخیر برفت آمده های چند باره تو وضعیت شهر اهواز، استان خوزستان و مشکلات مردم خوزستان چقدر گشایش صورت گرفته. مشکلات خوزستان زیاده، کشورم خودش رو مدیون به خوزستان میدونه. خب این مشکلاتی که توی خوزستان هست باید دید منشأش کجاست. منشأ اینها به نظر ما مردم خوزستان همون انتقال آب. حالا شاید خیلی ها بپرسن این انتقال آب و خوش کردن عمدی طالب ها اصلا چی هست و چرا اینقدر بدون بهش اشاره. من مطالبه مردم اهواز در حال حاضر بحث تثبیت ریزگردها یا بحث اختصاص بودجه برای نهالکاری یا بحث خرید تجهیزات برای سیستم برق‌رسانی شهر نیست واقعا، به خصوص اینکه ما از روی پلاکارد های و شعارهای مردم در استانداری متوجهش میشیم. خاص مردم همچنان همونطوری که توی این 3-4 سال اخیر بوده الان هم همون هستش، عدم انتقال آب از سرچشمه ها و خشک کردن عمدی تالاب ها که منشأ تمام این مشکلات خوزستان شده و خواهد شد. آگاهن و افتخار میکنم واقعا که اینقدر به همچین شعور بالایی رسیدن که میدونن این اختصاص این بودجه ها و شسشوی گرد و خاک از روی سیم های برق و اینها دردی رو از مشکلات اهواز حل نمی کنه و مشکل اصلی اهواز و استان خوزستان و منشأ این مشکلات همون
انتقال آب هستش و خوش کردن همدیگه تالاب‌ها. برای همین مطالبه این مردم و اعتراضشون که هنوز هم ادامه داره به عدم انتقال آب هستش و میبینیم که 5 روز ادامه داره. با وجود وزیر نیرو میاد، وزیر جهاد میاد، معاونای این دوتا وزیر میان اهواز و ابتکار توی اینستاگرامش به قول خودش گزارش ارائه میده و ارائه عمل کرد میده. با وجود این مردم هنوز هم اعتراض دارن. بعضی میپرسن واقعا به چی اعتراض دارن؟ مردم دیگه 3 روز پیش بود که فرماندار و معاون استاندار حضور پیدا کردن بین مردم و میخواستن صحبت کنن و حتی به مردم هم این اجازه داده شد که اونها هم صحبتشون رو بکنن و صحبت کردن. در واقع اجازه صحبت به معاون استاندار ندادن به این دلیل که خواهان حضور وزیر نیرو یا شخص استاندار در بین مردم و پاسخگویی بودن که به نظر من مطالبه درستی هستش و این شعور سیاسی بالای مردم اهواز رو نشون میده که مشکل با صحبت کردن معاون استاندار حل نمیشه و میدونن که مسبب تمام این مشکلات سیاسی ترین وزارتخونه کشور یعنی سیاست نیرو هستش که اونجا با لابیگری تونستن به راحتی آب کارون رو انتقال بدن و طرح‌هایی رو به پیش ببرن که نه از لحاظ زیست محیطی درست هستش و نه کارشناسی شده است. و خب سابقه اعتراضات مردم برمیگرده فکر میکنم از 4 سال پیش حدودن که مردم کم کم متوجه این شدن که این انتقال آب اونجوری که میگن برای بحث شور نیستش، بلکه آمار و ارقام و نظرات کارشناسان نشون میده که این آبی که منتقل میشه به اندازه سیراب کردن 3 تا اصفهان و یزد کفایت میکنه. و اونجا بود که مردم در کنار این انتقال آب افزایش روز به روز ریزگردها رو مشاهده کردن، در کنار اون مشکلات تنفسی افزایش پیدا کرد. الان مثل زمان جنگ هستش که توی هر خونه 1 شهید بود، الان توی هر خونه 1 سرطانی یا 1 بیمار با مشکلات ریوی هستش حتما. و خب این وضعیت ادامه پیدا کرد، مردم توی گروه های محیط زیستی کوچیک تجمع میکردن، اعتراض میکردن، صراحتا اعلام میکردن ما خواستمون عدم انتقال آب کارون هستش و خوش کردن عمدی تالاب ها که ادامه پیدا کرد و به حدی رسید که ما الان میبینیم که وضعیت واقعا غیر قابل تحمل شده. یعنی الان مطالبات مردم از بیکاری و نبود زیر ساخت ها و اعتبارات و اینها رسیده به حق تنفس. اینکه اعتراضات مردم تا کی و چطور ادامه پیدا میکنه، من فکر میکنم بیشتر از اینکه به صبر مردم بستگی داشته باشه به صبر نیروی انتظامی بستگی داره. برای اینکه من در این 2 شب اخیر به خصوص مشاهده کردم که رئیس نیروی انتظامی استان سرنگ سفری هستش، دیگه واقعا آخر شب صبرش رو از دست داده بود و با عصبانیت مردم رو سعی می‌کرد که از اونجا متفرق کنه و در این بین خانم‌ها عصبانی می‌شدن، حتی تو روی سرنگ سفری می‌ایستادن با عصبانیت صداشون رو بالا می‌بردن و می‌گفتن که شما حق نداری به ما بگی کجا بیستیم، کجا تا کی بیستیم، چرا بیستیم، چون که سرنگ سفری به مردم میگفت مثلا برن توی پیاده رو بیستن و نه حتی پیاده رو،
اون نردهایی که گذاشته بودن پشت اون نرده ها قرار بگیرن، مردم که خانم عصبانی می شدن. اما نیروی انتظامی من ندیدم چند شب کسی رو دستگیر کنه، با خشونت حرف بزنه و درگیری پیش بیاره. در واقع هرچند به قول خانم‌ها نیروی انتظامی اونجا برای امنیت مردم نیومده بود، برای اینکه مردم مشکلی به وجود نیارن بودش، اما با این وجود کاری به کار مردم نداشتن. و بینندگان گرامی، برمیگردیم به استدیو پخش مستقیم. شنیدیم نظرات نگار حیدری رو، البته تعجب نکنید، جا داره که به اطلاعاتون برسونیم. ما به دلیل حساسیت بالایی که این موضوع داره، موضوع اعتراضات و افرادی که در این اعتراضات دخالتگر هستند و حتی افرادی که تماس میگیرن از ایران با این برنامه پخش مستقیم، سعی میکنیم که تغییراتی در صداشون ایجاد بکنیم، از لحاظ اینکه امنیتشون تا حد بالایی رعایت بشه و بتونیم که کمکی بکنیم که افراد بیشتری با ما در تماس باشن و این نگرانی رو از شناسایی شدن نداشته باشن. صحبت نگار طولانی بود، همونطوری که گفتم ادامهش رو احتمالاً اگر برنامه دیگه‌ای در رابطه با این موضوع داشته باشیم در اون برنامه پخش میکنیم که به احتمال زیاد یک شنبه خواهد بود. باز برنامه ادامه داره، حدود 10 دقیقه دیگه، ولی یک مقدار شاید بیشتر هم باشه. همین الان فایل صوتی به دست ما رسیده از اعتراضاتی که امروز برگزار شده و صدای تجمع کنندگان هست، صحبت هایی که با مقامی که اومده در بین تظاهرات حضور داره ضبط شده. این فایل صوتی رو برای ما فرستادن، اگر آماده است که میتونیم پخشش بکنیم. اتاق فرمان لطفا به من اشاره بکنن، اگر آماده نیست میتونیم به نظرات کاربران شبکه‌های اجتماعی بپردازیم و بعد بریم سراغ فایل صوتی که برای ما ارسال شده. خب ظاهرا اتاق فرمان اشاره میکنن که فایل صوتی هنوز آماده نشده، به دستمون رسیده ولی اتاق فرمان در حال آماده سازی هستن. کیوان، در این فرصت میتونیم به نظرات چند کاربر از کاربران شبکه‌های اجتماعی اشاره بکنیم؟ خب من در ادامه نظر کاربر رو، نظر نادیا هستش که میگه که با عینک یک مسئول حکومتی به این مصیبت ها نگاه کنید تا بفهمید چرا چنین کارهای فاجعه آمیزی با پول مردم انجام میشه. از نگاه یک مسئول حکومتی فجایع و معضلات زیست محیطی به دلیل بدحجابی خانم هاست و اگر حجاب حل بشه بقیه هم حل میشه، بنابراین نیازی نمیبینن برای محیط زیست بودجه ای اختصاص بدن. و امیر گفته که اگر یک سر بیاین خرمشهر، فکر میکنید جنگ پارسال تموم شده، در صورتی که اشتباه میکنید، جنگ هنوز تو خوزستان تموم نشده. و چکوبک گفته که خوبه تا داد و بیداد نمی کردیم که این مسئولی خواب تشریف داشتن، انگار تازه دارن خمیازه میشن، پس خوزستانی ادامه بدیم تا کاملا بیدارشن. نازنین گفته ممنون از خود مثل اینکه خوزستان هست و گفته که ممنونیم برای اینکه به فکرمونید، اما الان ریزگردها دیگه تنها مشکلمون نیست. قطعی برق طولانی مدت 16 ساعت چندی بار تو هفته های گذشته و به تبع اون قطع شدن آب، نت، تلفن و هر چیزی واقعا زندگیم رو مختل کرده. هیچ کسی هم به فکر نیست و نپاسخ خود. بله ممنون از تو کیوان که چند نظر رو هم اشاره کردی. اتاق فرمان لطفا به من اشاره بکنن اگر که آماده هست نظر صوتی که میتونیم بشنویم، اگر آماده نیست باز هم گزارشات تصویری داریم از اعتراضات اهواز که اون رو پوشش میدیم تا نظری که برای ما از طریق فایل صوتی فرستاده شده آماده بشه. اینجا از شما عزیزان میخوام که برنامه که تموم شد حتما با ما در ارتباط باشید، به خصوص عزیزانی که در اهواز زندگی میکنن، به خصوص افرادی که در اعتراضات بودن. از طریق شماره تلفن 2046 739 6814 38 ارتباطتون رو با ما برقرار و حفظ بکنید، افراد بیشتری رو دعوت بکنید که
نظراتشون و یا گزارشاتشون رو برای ما ارسال بکنن. اشاره شد در این برنامه به اینکه فردا شنبه 30 بهمن ماه ساعت 10 صبح مردم اهواز، مردم معترض فراخوان دادن که میان جلوی مجلس اسلامی تجمع خواهند کرد. چه خوبه که شهروندانی که در تهران هستند برای حمایت و همچنین همبستگی و حتی همراهی با اعتراضات با مردم خوزستان همراه بشن. فردا شنبه 30 بهمن 95 ساعت 10 صبح رو فراموش نکنید. میتونید اطلاع رسانی هم بکنید. اگر امکانش رو دارید حتما در این تجمع شرکت بکنید، دست در دست مردم اهواز بگذارید و سعی کنید که مطالباتی که مردم اهواز، مردم معترض اهواز در رابطه با خواسته های افرادی که در خوزستان دارن زندگی میکنن دارن رو شما تاکید بکنید به مطالباتشون و همراه بشید با اعتراضاتی که دارن. نظرات زیادی در این برنامه فرستاده شد و همچنین عمل کردی که تا به الان مقامات مسئول داشتن بهش اشاره شد و همونطور که توی ویدیوها دیدید امروز دیگه از وزیر محیط زیست تحت عنوان یک فرد دروغگو یاد میکنن. شعاراتی که شعارهایی که خطاب به روحانی هست که میگن روحانی باید شرم بکنه، خجالت بکشه از این وضعیتی که حاکم هست. صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو مورد خطاب قرار میدن، اعتراض میکنن به وضعیت بیکاری، اعتراض میکنن و خیلی مسائل دیگه. و بینندگانی که تماس گرفتن گفتن که مسئله محیط زیستی یکی از مسائلی هست که مردم در خوزستان باهاش دست و پنجه نرم میکنن و مشکلات ریشه دیگه ای هم هست که دیدید از وضعیت بیکاری و فقر تا بسیاری مسائل دیگه که در اعتراضات بیان شد. فایل صوتی برای ما ارسال شده از اعتراضات امروز، تجمع امروز، تجمع اعتراضی و صحبت هایی که مردم میکنن و مقام مسئولی که فرستاده شده با مردم صحبت بکنه. فکر میکنم کوتاه هست، میشنویم، برمیگردیم به استودیو پخش مستقیم. مشکل ما تنها گرد و خاک هم نیست، بیکاری از همه چی قوم از تهران. یه دقیقه گوش کنید. آقا مشکل ما تنها گرد و خاک نیست، تنها رود کارون نیست، صد سازی های بیش از حد خوزستان، صد گدوان باید شده که آب شور خارج زمین های زراعی بشه و تمام زمین های زراعی به دلیل شوری آب صد گدوان از بین بره. مشکل ما یکی دو تاریخ آقا ما تا حالا یه عدد به مشکل هم داشت هم جور به داری نیست. آقا ما همین رو میتونیم الان اونا آزن 18 روز باستن خواستن 18 روز خب ما 18 روز میاییم. من هم گفتم من 18 روز به یه جایی میرسید که نمیتونید کنترلش کنید. شما ها لیدرانشون نمیتونید کنترل. ما برای اینکه ثابت کنیم که میتونید کنترل کنیم حرفمون رو گوش بدید. چیزی که میگیم ما داریم میگیم، مگه نمیگیم داریم بیریم؟ وقتی میگیم بریم بریم. آقا یه لحظه آقا پوم ما چند روزه بگیرم که فردا میام. آقا به نظر من
بله بینندگان گرامی، در جریان صحبت‌هایی که امروز در تجمع اعتراضی شده بود قرار گرفتید. خب یه مقداری با توجه به اینکه فایل صوتی بود و تنظیم نشده بود، دقیقاً از بطن همون تجمع اعتراضی بود، شاید یه مقدار صحبت‌ها گنگ بود و یا صحبت‌ها در هم بود، ولی به هر حال با توجه به اینکه از داخل همون تجمع اعتراضی برای ما فرستاده شده بود، ما این حساسیت رو به خرج دادیم و این فایل صوتی رو پخش کردیم. در انتهای برنامه هستیم، در بخش پایانی برنامه، و حمید تقوایی لیدر حزب کمونیست کارگری ایران رو در این برنامه پخش زنده داریم. سلام میکنم به شما، خوش آمدید به این برنامه، ممنونیم که دعوت ما رو پذیرفتید. خیلی متشکرم، با سلام به شما و به بینندگان عزیز این برنامه. حمید تقوایی، سوالی که مشخصاً میخوام از شما بپرسم اینه که با توجه به اعتراضاتی که چند روز ادامه پیدا کرده و با توجه به اینکه حتی رادیکال شده شعارها و با توجه به اینکه اعتراضات فراتر از مسئله محیط زیستی به مسئله معیشت و مسئله دیگه‌ای که مردم در خوزستان باهاش درگیر هستن کشیده شده، شما فکر میکنید که برای تأکید بر مطالباتی که مردم دارن و رسیدن به خواسته هاشون باید چه اقداماتی انجام بشه؟ به نظر من مهمترین اقدام این هست که مردم خواسته هاشون رو خیلی مشخص اعلام کنن و از دولت بخوان به اونا جواب بده. چون همینطوری که امروز الان کسانی که اومدن صحبت کردن از تظاهرات امروز، بحث اینه که گویا دولت گفته شما ما رسیدگی میکنیم و برین بشین خونتون، رسیدگی میکنیم و جواب میدیم. این جوابی برای کسی نیست. رسیدگی میکنیم جواب مردم نیست. مردم باید خیلی مشخص خواستاشون رو مطرح کنن و از حکومت بخوان که فوری و اونا جواب بده. روشن اساس مسئله که باعث شد این اعتراضات در این چند روز اخیر شکل بگیره، واقعا غیر ممکن شدن تنفسه. مردم نمیتونن نفس بکشن، آلودگی شدید هوا، و بعد در کنار اون قطع آب و برق، و بعد هزار یک مشکل دیگه که باز تو تظاهرات ها داشتن شعار میدارن، مثل علیه بیکاری، علیه فقر و غیره و غیره. ولی مسئله عاجل همین مسئله مثلا غیر قابل تحمل شدن اصلا زندگی روزمره است، و این رو مردم باید در قالب خواسته معینی مثل وصل فوری، تامین فوری برق و آب، مثل اقداماتی که برای علیه آلودگی هوا باید انجام داد. ببینید خب ظاهراً صدا قطع شده، مشکل فنی پیش اومده، ما دوباره سعی میکنیم که ارتباطمون رو برقرار بکنیم. تا به اینجا نظر حمید تقوایی بر این بود که مردم باید همچنان مطالباتشون رو تاکید بکنن، روش فرموله تر بکنن نسبت به حتی وضعیتی که الان هست، و اکتفا نکنن به وعده هایی که داده میشه در رابطه با اینکه صبر بکنن و مقامات مسئول با توجه به فایل صوتی که منتشر شد و ما هم شنیدیم که چند روز رو فرصت خواستن که بپردازن، نظر این هست که اکتفا نکنن. از اتاق فرمان ظاهرا اشاره میکنن که مشکل فنی رفع شده. حمید تقوایی رو دوباره روی خط داریم. سلام میکنم دوباره به شما، اگر صدای منو میشنوید میتونید ادامه بدید. بله، من در حال ادامه میدم. البته من متوجه نشدم از کجا قطع شده. در حال نکته‌ای که تاکید کردم این بود که مردم باید خواستای مشخصی داشته باشن. بله متاسفانه ارتباطمون دوباره قطع شد. من به شخصه نمیدونم مشکل چیه، اگر اتاق فرمان میدونن که مشکل چیه لطفاً رفع بکنن. اگر که مشکل زمان بر هست برای رفع، میتونیم یک گزارش تصویری ببینیم و برگردیم به استودیوی پخش مستقیم، ولی ظاهراً اشاره میکنن که زمان بر نیست و مشکل اینترنت هست که برطرف میشه. منتظر هستیم که حمید تقوایی رو داشته باشیم روی خط. من فعلا روی اسکرین چیزی نمیبینم. میتونیم یک گزارش تصویری ببینیم، برگردیم، و امیدوارم که این بار داشته باشیم مهمان برنامه رو و مشکل فنی نداشته باشیم. به روی آسان
استانداری داستان خوزستان امروز شنبه 26 فروردین برمیگردیم به استودیو پخش مستقیم. ظاهرا مشکل فنی رفع شده. حمید تقوایی رو برای بار سوم روی خط داریم. الان روی خط هستید. امیدوارم صدای من رو بشنوید و بتونید صحبتاتون رو ادامه بدید. من داشتم توضیح میدادم پروسه مشخصی که میشه مطرح کرد و مردم بعد از مسئولیت بخوان فوری انجام بشه، اقدامات مشخص هست برای رفع آلودگی هوا یا تخفیف اون، به طوری که واقعا قابل زندگی بشه، قابل تنفس کشیدن بشه هوا. باید بیماران ریوی، کسانی که در سر این آلودگی به بیماری مختلف دچار شدن، اینا رایگان درمان بشن. این باید یه خواست مردم باشه. مسئولین باید بیان جواب بدن و اونایی که اهمال کردن، اونایی که نقش مستقیم داشتن در این وضعیت باید برکنار بشن، همونطور که مردم شعار برکناری خانم ابتکار رو میدادن. و همینطور اقدامات مشخص دیگه‌ای در رابطه با آلودگی هوا، مسئله آب و برق باید فوری حل بشه. به نظر من باید آب و برق برای چند ماه لااقل رایگان در اختیار مردم قرار بگیره تا حدی بتونه جبران کنه این مسائل و مصائبی که مردم داشتن. و بسیار از خواستهای دیگه که به نظر من خود مردم خیلی روشن‌ترن، اینطوری که از صحبت‌ها معلوم بود مردم مسئله رو می‌شناسن، جمهوری اسلامی و مسئول مستقیم این وضعیت می‌دونن و خواستاشون رو خودشون بهتر از همه میتونن مشخص کنن. بس اینجاست که نباید با این وعده که ما میریم بررسی میکنیم، به خونه برید بررسی میکنیم، این جواب هیچ کس نیست. باید مردم یک خواسته رو معین کنن، یک زمانی رو معین کنن، بگن در یک زمان معینی باید به این خواستا جواب داده بشه، وگرنه این اعتراضات و اعتصابات ادامه پیدا میکنه. بحث دیگه بر سر مثلا جلب همبستگی از مردم با مردم ایران، این خودش به یک عامل دیگه برمیگرده، اون هم این که نباید اجازه داد نیروهای ناسیونالیست قوم‌پرست عرب مثل الاهواز و غیره بخوان از این شرایط استفاده کنن برای دامن زدن به تفرقه و تبعیض بین عرب و فارس و غیره و غیره، نفرت پراکنی علیه بخش‌های مختلف مردم. باید با قدرت جلوی این ایستاد و یک راهش این هست که فراخوان بدن مردم آزاد خوزستان به مردم ایران. اتفاقا نکته‌ای که شما الان دارید مطرح میکنید، از طرف یکی از افرادی که ساکن اهواز هست، اگر در خلال برنامه در جریان بودید و برای ما نظرش رو فرستاده بود در رابطه با چه تهدیدی وجود داره در این اعتراضات، همین مسئله بود که اختلافات قومیتی ممکنه باعث منحرف شدن این اعتراضات بشه. خواستم اینم تاکید مؤکد بکنم که شما به درست نکته‌ای رو اشاره کردید و خوبه که اینو یک مقداری برجسته‌تر بکنید. بله، ظاهرا ارتباطمون برای بار سوم متاسفانه قطع شد، ولی خب به نکات خوبی داشتیم میرسیدیم در رابطه با مسئله اختلافات قومیتی، تهدیدی بود که این اعتراضات رو شامل میشه و نکاتی که مطرح شد. خب حمید تقوایی نظرشون بر اینه که نباید دل به صحبت‌های مقاماتی بست که امروز میان صحبت میکنن که با این وعده هایی که میدن و چند روزی وقت میخرن. و رسیدیم به مسئله اختلافات قومیتی و ناسیونالیسم که ممکنه تهدیدی برای این اعتراضات باشن. حمید تقوایی میتونیم ادامه بدیم. برای من گفتم مردم باید کاملا در این آگاه باشن و کاملا حساس باشن نسبت به این مسئله. علاوه بر این که باید شعارهایی که تا الان مردم دادن و ما در این کلیپ ها و فیلم ها میبینیم، شعارهای کاملا برحق و انسانی هست. اکثریت عظیم مردم همون خواسته دارن که خواسته همه مردم ایران هست، خواسته این که محیط زندگیشون قابل تنفس کردن حتی باشه، قابل زندگی کردن باشه، اولین امکانات شهری مثل خدمات مثل برق و آب و غیره در اختیار مردم باشه و بیکاری، فقر، اینا مسئله همه مردم هست. با تاکید به اینها میشه جلوی اون سمپراکنی های قومی و نژادی و ناسیونالیستی رو گرفت. باید فراخوان داد مردم، باید از همه مردم ایران بخوان، مردم
اهواز و خوزستان که به حمایت از اونا برخیزن و همبستگی سراسری به نظر من اعلام همبستگی فراخان حتی فراخان به مبارزه سراسری به نظر من بهترین پاسخ هست به این تفرقه یعنی هایی که نیروهای ناسیونالیستی سعی میکنن به این ترتیب در صفوف مردم اخلال ایجاد کنن. در حال من یک بار دیگه تاکید میکنم بر این خواستهای مشخصی که مردم باید بخوان از مقامات. به هیچ وجه نباید با وعده رسیدگی میکنیم میریم پیدا میکنیم علت چیه به شما گزارش میدیم. اینها وعده‌های سرخربنه نباید مهلت داد. باید خواستهای مشخصی از رژیم خواست و در مقابل اون گذاشت. من به همه مردم آزاد و مبارز خوزستان درود میفرستم و براشون آرزوی موفقیت و پیروزی دارم. خیلی متشکرم از شما حمید تقوایی که در این برنامه پخش مستقیم حاضر شدید، وقت گذاشتید. شب و روز خوب رو برای شما آرزو میکنم. متشکرم. بینندگان گرامی، شنیدید و ملاحظه کردید صحبت‌های حمید تقوایی، لیدر حزب کمونیست کارگری ایران رو در رابطه با به خصوص وضعیتی که امروز حاکم بوده و نظر مقامات مسئول در رابطه با ادامه اعتراضات و رویکردی که در ادامه اعتراضات باید پیش گرفت. شنیدید نظرات رو. با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن 2046-739-6814-38، اپلیکیشن های واتساپ و تلگرام در تمام طول شبانه روز، به خصوص شما شهروندان عزیزی که در اهواز زندگی میکنید، در استان خوزستان و در اعتراضات حضور داشتید.